بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سر برانا قرامي عزيز ومحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در نشست گذشت مسائل پیرامون گناه ربا مسائل بسم حضور شما سربران گرامی رسانده شد عنوان شد در نشست گذشته که الله واحد عز و جل آیاتی چند در مورد تحریم ربا نازل فرمودند و همچنین عنوان شد بر این که پیامبرمان علیه الصلاة و السلام در سنت پاکش روایت دارند بر این که ربا حرام می باشد پس در نتیجه به این در واقع نتیجه مسلم می رسیم برای این که در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی تحریم ربا ثابت شده است و به پیروی از قرآن کریم و سنت پاک نبوی اجماع اهل علم بر تحریم ربا می باشد این به عنوان یک ای که در واقع مختصری از نشست گذشته بود و این هم بدانیم بینندگان عزیز و محترم بر اینکه که رباخاری یک امر ضمن این که یک امر گناهی می باشد در شریعت اسلامی باز هم در واقع نتایج شومی دارد بر جامعه رو آوردن به بحث ربا این است که بغض و کینه و کراهیت بین افراد جامعه به وجود می آورد و این هم بدانیم که زمانی که عنوان می شود کربا در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی تحریم شده است این هم بی حکمت نیست پس بنا به حکمتی الله ذو الجلال و بنا به اطلاع آگاهی که نسبت به بندگان خودش دارد ربا را تحریم کرده است الله واحد عزوجل اون چی که نیاز است و اون چی که بشریت به اون نیاز دارند به عنوان یک امر حلال و پاک در اختیار بندگانش قرار داده است و اون چیزی که به ضرر و زیان بندگانش می باشد اون را تحریم دونسته این تحریم من باب این نیست که در واقع الله واحد عز و جل بخواهد زندگی مردم و شرایط زندگی مردم را سختتر کند یا بر اونها زندگی سخت کند نه چون این نیست بلکه برعکس این نتیجه رو به گناه بر از جمله رباخاری این یعنی اینکه یک فرد مؤمن خودش را وارد مخاطره های بزرگی کرده است پس اینجاست که تحریم از روی حکمت می باشد و این تحریم به نفع بندگان می باشد یعنی این که الله واحد عز و جل بعد از این که این همه در واقع کتاب های آسمانی بر بشریت نازل فرموده بعد از این که این همه پیامبران ارسال فرموده در نهایت و در نتیجه باعث چنین باشد که بشریت تابع این راهنمایی و ارشادهای پیامبران باشند تا اینکه خودشان را پاک سازند یکی از حکمتهای ارسال پیامبران این است که در واقع راهنمایی و ارشاد بشریت باشند پس یکی از حکمت هایی که در اون نهفته است این است که صلاح بشریت در این است که از ربا دوری جویند مورد دوم در واقع یک سری مواردی و موادی و اجناسی بشریت به اونها روزانه نیاز دارند اما اگر افرادی رو آورند به ربا و این در واقع قلم هایی که مورد استفاده قرار می گیرند و نیازهای و از نیاز های ضروری مردمی باشد اون را احتکار کنند خب اینجاست که خاصی یا ناخواسته یک سری سختی ها و دشواری ها در جامعه چه مشاهده می شود به لحاظ اقتصادی تورم ایجاد می شود این یکی از موارد موارد دوم اینجاست که ربا در واقع و رو آوردن به ربا و یا ربا خاری یکی از اسباب غش و غل بین افراد جامعه می باشد و اینجاست که بیشتر افراد به احتکار چه رو می آورند. عدم رو به رباخاری و عدم رو به احتکار این است که در واقع در جامعه همه چیز فراهم خواهد بود در اونجا ربایی در کار نیست احتکاری در کار نیست و اینجاست که این امر خود به خود به اینجا در واقع میرسد بر این که در جامعه همه مردم احساس آرامش کنند خب مورد دوم که بایسی به هم اشاره کنم انواع و اقسام ربا دو نوع مهم در ربا مطرح میشوند. ربایی ربای در واقع فضل گفتی می شود و ربایی چه نسیه به چه صورت ربای نسیه و در واقع این هم همان موضوعی که در آیه کریمه که در نشست گذشته تلاوه شد یا الذين امنوا اتقوا الله ولا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه یعنی ربا را چند برابر نخورید حال ربای نسیه به چه صورت این است که یک شخصی به عنوان مثال صد دلاری قرض بگیرد توجه فرمایید یک شخصی نیاز داشته باشد و به دوستش و به یا هر شخصی مراجعه کند و بگوید که من قرضی از شما می که به عنوان مثال صد درهم خب این بنا بود که این الان ممکن است این ربا الان صورت بگیرد و ممکن است در مراحل بعدی اون شخص میگوید که مشکلی نیست من این صد دلار را به شما میدهم و بنا به قرار دادی که با هم داریم این که یک ماه بعد این صد دلار به من بازگردانی خب این صد دلار به صد دلار به شما میدهم مشکلی نیست خب این شد ربا نسیه است بابت تأخیر خب الان همین مورد هم ممکن است بعد از یک ماه این شخص بدهکار مراجعه کند و بگوید که مبلغی در دست ندارم باز هم یه وقت دیگری هم برای من چه لطف کنید خب باز هم مشکل نیست خب در, برابر در مقابل تأخیری که باز هم خواهید داشت اینجاست که باز هم اینجاست که پول بیشتری بایستی پرداخت کنید پس هرچی این مبلغ دیرتر پرداخت شود اینجاست که در مقابل این مدت و این تاخیر یعنی اینکه اون شخص بدهکار بایسی پول بیشتری هم پرداخت کنه پس این شد ربای نسیه و این متاسفانه به همان طوری که در عهد جاهلیت بوده و پیامبر ما علیه الصلاه و در مورد اون فرمایشاتی دارند، این در عصر حاضر خودمان به بفور مشاهده می شود به ویژه در بانک های ربوی الان افرادی به بانک ها مراجعه می کنند یک مبلغی در واقع قرض می گیرند خب هر چقدر که این بدهکاری و یا همان مبلغی که گرفته باشند تأخیری داشته باشد در مقابل این تأخیر پرداخت بایستی چه غرامتی هم پرداخت کنند یعنی اگر قرار بود به حساب به بانک دو هزار دلار به عنوان مثال در به عنوان قص در چند ماه پرداخت شود الان تأخیراتی صورت میگیرد گیرد معوقه های پیش میاد این شخص نمی تواند پرداخت کند خب این دو هزار دلار ممکنه سه هزار چار هزار پنج هزار همچه برسد پس این ربا ربای نسیه است و این ربای زشت و ناپسندی است ربای دوم ربای فضل گفته می شود ربای فضل ربای فضل به چه معناست این است که در واقع یک فردی یعنی اینکه یک جنسی بدهد و جنسی همانند جنس خودش را از طرف بگیرد اما با در واقع شرط اینکه جنس بیشتری دریافت کند به عنوان مثال روایتی داریم از جانب رسول الله علیه الصلاة والسلام که فرمایش دادن به عنوان مثال البر بالبر و شعیر بالشعیر و ذهب بالذهب و الفضل بالفض فلان این تعامل بایسی که در واقع نقدی باشد ثانیا اگر هم معامله در کار باشد بایسی به با اندازهی اندازه هم باشد خب به چه صورت مثالی بزنم این که به عنوان مثال یک شخصی دو کیلوی خرمای خوبی داشته باشد و دوستش دو کیلوی خرمای در واقع تقریبا در اون حد علا نباشد خب الان یک خرمای بسیار خوبی داریم و خرمایی که در واقع ضعیفی الان اون شخصی که خرمای خوبی میخواهد بدهد میگوید که من دو کیلو خرمای خوب میدهم در مقابل اینکه سه کیلو خرمای شما بگیرم پس این تفاضل این همان ربای فضل یعنی زیاده گرفتن این حرام می باشد توجه فرمایید و باز هم همین ربا به همان گونه که در عهد نبوی علیه الصلاة و بوده باز امروز هم امروزه هم در واقع همین ربا شاهد اون می باشیم یا به عنوان مثال در مورد طلا توجه بفرمایید در مورد طلا اگر این که معاوضه ای بشه و اینجاست که یک طرفی طلای بیشتری درخواست کند این هم رباست. پس بهترین نوع معامله به عنوان مثال در ربا این است که اگر یک فردی طلایی در دست داشته داشت باشد نه اینکه در واقع معاوضه کند با شخص دیگری و اینکه پول بیشتری درخواست کند بهترین روش این است که یک شخصی که طلایی داشته باشد و بخواهد عوض کند این است که به طلا فروش این طلای خودش را بفروشد بعد از اینکه این معامله تمام شد طلای خودش را فروخت بعد از اون طلایی از تلاف فروش بخرد پس این همان در واقع ربای فضل می باشد پس توجه بفرمایید که این مسائلی بود در مورد ربا که در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی تحریم شده است و اما مبحث بعد مبحث بعد خوردن مال یتیم توجه فرمایید در اون روایتی که چندین بار در نشست های گذشته تکرار شد زمانی که پیامبر ما علیه الصلاة و السلام فرمایش دادند اجی تنیب سبع الموبیقات قال و ما هن یا رسول الله از هفت گناه مهلک پرهیز کنید نزدیک نشوید به این هفت گناه اینجاست که پیامبرمان علیه الصلاة و سلام این هفت گناه را یکی پس از دیگری فرمایش دادن یکی از اینها شرک بود جادوگری بود کشتن نفس بود خوردن مال ربا بود که در این مورد مسائلی به سم و حضور شما در نشست های گذشته رسانده شد یکی از این هفت گناهان و اکل و مال یتیم توجه فرمایید خوردن مال یتیم یکی از گناهان بزرگ می باشد خوردن مال یتیم تجاوز کردن به مال یتیم نیست و نابود کردن مال یتیم گناه کبیره است و یکی از گناهانی که بنا به فرموده پیامبر علیه الصلاة و السلام این است که این مرتکب شدن این گناه یعنی چه هلاکت کننده می باشد حلاک کننده است این گناه شخص را نیست و نابود می کند زندگی خودش را بی برکت می کند پس اینجاست که الله واحد عز و جل در این مورد در قرآن کریم فرمایش می که ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ شده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا إلى آخر آية كريمة شاهد ما إنجازك الله واحد عز وجل درين ما آيه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده يعني كي عليا ولا تقربوا مال اليتيم اصلا نزدیک مال یتیم نروید به ذهن خطور نکند که مال یتیم را تصاحب و تصرف کنم به ذهن خطور نکند که این مال در واقع مال یک شخص ضعیفی است و می توانم اون را در واقع از او به نحوی به سببی از اسباب تصاحب کنم نه اصلا ولا تقرب فکر این هم نداشته باشید ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن الا بالتي هي احسن به چه صورت ممکن است یک فردی در واقع فرد رشیدی بالغی باشد و در اونجا مال یتیمی در اختیار او قرار داده شده باشد به عنوان اینکه این یتیم را سرپرستی می کند و به عنوان این که این مال یتیم را به عهده گرفته است تا این که امانت در اون که داشته باشد الان این شخص وظیفه شرعیش این است که در واقع الا بالتی احسن یعنی این که در مورد این مال امانت را کند و چنان این که این یتیم به هزینه, هزینه هایی نیاز داشته باشد که از همین مال هزینه او داشته باشد اجازه بفرمایید همین مبحث مبحث خوردن مالیتین با توجه به این آیه کریمه و دیگر آیات کریمه قرآن کریم این موضوع مهم به نشست آینده واگذار کنیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم